این صدای قرش از دل کوه است. حالا ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به خبرگزاری صدا و سیما این اجازه را می‌دهد که از یکی از پایگاه‌های تاکتیکی نیروی هوایی در عمق چند صد متری زمین گزارش تهیه کند. جنگنده‌های این پایگاه مسلح به انواع موشک‌های بروز و بمب‌های نقطه زن برای حمله به اهداف خود در عمق خاک دشمن هستند. دلیل استقرار این اسکادران‌ها در دل کوه‌های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند. در صورت عبور از سپرهای دفاعی، هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خللی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند. این پایگاه تاکتیکی می تواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده های حاضر را ذخیره کند و مأموریت هایش را انجام دهد. یکی از این تسلیحات موشک کروز آسف است. ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم، این موشک طراحی شده. کلاهاک این موشک کلاهاک با قدرت انفجار بسیار بالا که استحکامات سنگین رو میتونه نابود کنه طراحی شده. این موشک سلاح ایرانی جنگنده سوخو 24 است و ما اجازه انتشار اطلاعات بیشتر از برد این موشک راهبردی را نداریم. مداومت پروازی این جنگنده ها که در یکی دیگر از پایگاه های زیرزمینی مستقر شده اند با سوختگیری هوایی به 4000 کیلومتر میرسه. حالا فرمانده کل ارتش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در بازدید از این پایگاه همراهی میکند. اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت. بخشی از این حملات از ده ها پایگاه نیروی هوایی مثل اینجا پایگاه عقاب 44 خواهد بود